گی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتون هستیم با یک وبینار جیمران دیگه. امیدوارم که از این وبینار استفاده میکنید. قطعا نیاز هست بارها بارها تکرار بشه. برای شخص خود من که از سال 2006 در واقع با ایشون آشنا شدم تا الان شاید بارها بارها این ویدیو رو دیدم و هنوز وقتی میبینم باز هم یه سری مطالب جدید توش هست. بنابراین شدیداً بهتون پیشنهاد میکنم بخش از زندگیتون باشه. حرفای ایشون فوق العاده حرفای مهمی است و خب امروز یه بحث جدید رو شروع میکنه که در رابطه با این بحث یه کتاب نوشته شده. خود آقای جیمران نوشتن این کتاب رو طبیعتاً و اسم این کتاب 5 پازل زندگی، حالا به فارسی دقیقاً چی ترجمه کردن نمیدونم، ولی 5 پازل زندگی. و این 5 پازل من فکر میکنم یک نفر اگه از جیمران هیچی ندونه و هیچ چیزی نخونده باشه، نشنیده باشه، همین 5 پازل رو خوب متوجه شده باشه، بهش خیلی کمک میکنه که توی زندگی، تو چالش ها، توی تجربه زندگی فکر میکنم بینش عمیق‌تر، فلسفه عمیق‌تری بهش بده. و خب همطور که خواهیم دید بحث مهمی هم هست. من یه کوچولو حالا یه سری مقدمات رو دوست دارم اضافه بکنم به صحبت‌های در توضیحش اضافه بکنم به صحبت آقای جیمران، چون خیلی میتونه تو کار خودمون کمک بکنه. با یه مثال این مقدمه رو شروع میکنم و بعد میریم سراغ ویدیو. خب خیلی‌ها رو دیدیم توی کار، من میخوام راجع به کار خودمون صحبت بکنم، کار نتورک مارکتینگ، با یک نفر صحبت میکنن و این فرد یک جواب منفی میده یا یک ابجکشن میزنه یا یک فیدبک غیر مطلوب به شما میده. همونجا هست که خیلی رو دیدید ناامید میشن، دست از کارشون میکشن یا این رو ریفلکت میکنن، منعکسش میکنن رو کارشون، رو خودشون، رو پیشنهادشون و همه چیز اونجا تموم میشه. با خیلی صحبت میکنید میگه چرا موفق نشدی، میگه مثلا این اتفاقا افتاد و من این کار رو جمع کردم و این شد و این شد. تو خیلی از روابط با افراد صحبت میکنی، چی شد رابطتون به اینجا کشید، شما که خوب بودید، شما که همه چیز اوکی بود، وقتی که تو صحبت ها بازم مثلا میرید جلو میبینید یه چالش پیش اومده و اون چالش بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده و اصلا نتونستن حلش بکنن. تجربه من بعد از 39 سال زندگی با تجربه یکی از نکاتی که آقای جیمران میگه و این یک جمله هست ولی این جمله میتونه درس بزرگی برای زندگی همه ما باشه، میگه که اون چیزایی که تو زندگیتون اتفاق میفته 10% همه چیز هست و 90% کاریه که شما انجام میدید بعد از اینکه اون اتفاق افتاده. اما تو زندگی خیلی ها ما داریم میبینیم که وقتی اتفاقی میفته 90% همه چیز هست و آدما حتی تو اون 10% هم کوتاهی میکنن. ما هم جزشون نیست و این نکته خیلی 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 مهمه. اگر همه اون اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته و ما بابتش قر میزنیم، نق میزنیم، اعتراض میکنیم، دعوا میکنیم، روابط رو به هم میزنیم، قید همدیگر رو میزنیم و و و هزار تا چیز دیگه، با هم دشمن میشیم، تهدید میکنیم همدیگر رو، اگر واقعا همون اتفاقاتی که داره میفته و ما به خاطرش این کار رو میکنیم صرفا 10%، اون 90% رو چرا باید با این چیزا پر کرد؟ چرا باید اینها بیاد جای اون 90%؟ و این پیام خیلی مهمی رو داره. آقای جیمران میگن که همه اتفاقی که تو زندگی میفته 10% ماجراست، هر اتفاقی، و کاری که شما حالا میتونید انجام بدید در مقابلش 90% نتیجه رو قرار تعیین کنه. بنابراین شما مهم نیست چه اتفاقی میفته، میتونید نتیجه‌ای که خوب هست رو رقم بزنید و این اون چیزی هست که تو بیزنس ما حتی خیلی خودش رو خوب نشون میده. چرا؟ چون ما تو این بیزنس روابط زیادی رو داریم با هم دیگه، با آدمای زیادی صحبت میکنیم هر روز، مودهای مختلفی داریم، اخلاقای مختلفی داریم و این باعث میشه که خیلی وقتا نتونیم بعضی چیزا رو، بعضی وقتا متوجه 90% نباشیم، بعضی وقتا متوجه نباشیم که هر اتفاقی که افتاده 10% ماجراست، 90% حالا دست منه، من میتونم سرنوشت تعیین بکنم. حالا این قضیه میتونه توی همه ابعاد زندگی جنرالایز بشه، عمومیتش بدیم به همه ابعاد زندگی. و من فکر میکنم اگه از همه جیمران، حالا قطعا راجع به این 5 پازل زندگی صحبت خواهیم کرد و چه بحثای قشنگی رو میکنه، ولی این نکته حداقل به من و شما این پیام رو میده که بشینیم و رون 90%ی که باید تو خودمون یه چیزی داشته باشیم که بتونیم 90% اون
مسئله رو حلش کنیم. 90% اگه قرار من مهم باشم، من باید یه چیزی یاد گرفته باشم، یه چیزی تو خودم پرورش داده باشم که بتونم از وقتم 90% بر بیام. و این جمله حداقل این انگیزه رو به ما بده که رو 90%مون کار کنیم، رو اون وظیفه که تک تکمون تو هر بودی از زندگی داریم و میتونیم رو اون کار کنیم. امروز توی جنس ما داریم کار میکنیم، مجموعی از افرادی هستیم که هیچ دوره تخصصی هیچ جای دنیا ندیدیم، همون آدماییم، دور هم داریم کار میکنیم، بنابراین اتفاقات زیاد ممکنه بیفته، چالش زیاد ممکنه داشته باشیم. هیچ کس اینجا فوق تخصص روابط نداره، یا نمیدونم فوق تخصص حل چالش نداره، همه ما این همیم. حالا چجوری باید رو خودمون کار بکنیم تا از پس مسائل بر بیاییم؟ اون 90% به نظر من اینجا تمرین خوبی برای اینکه یاد بگیریم یه 90% هست تو زندگی، یه 90% سهم ما هست. این بزرگترین نکته‌ای که ما میتونیم یاد بگیریم و قطعا روی 90% صحبت‌ها رو شروع خواهد کرد آقای جیمران و ما ترجمه خواهم کرد و خواهیم شنید. It makes you wonder, it makes you think, and it's valuable. Then when you go take action, make sure that the action is not what somebody told you to do. Make sure the action is the product of your own conclusion. خب تو جلسه قبل صحبتی که ایشون گفتن، این حالا از بخش قبله، این که میگه کارهایی که انجام میدید حواستون باشه نتیجه تحلیل خودتون باشه، تقلید نکنید. یکی میگه این کارو بکن انجام بدید، فقط این نباشه. صحبت ها رو بشنوید، ایده ها رو بگیرید، پیشنهادات رو بشنوید و بعد اینها رو توی ذهنتون تحلیل بکنید. اگه درست بود انجام بدید. کاری که شما انجام میدید حالا نتیجه تحلیل خودتونه. If you'll follow just a little bit of those simple guidelines, I'm telling you the learning process can be speedy, swift, powerful. Your learning curve can go up and then applying it to your business, your life, your family. میگه اگه این اصولی رو که بهتون گفتم و حالا خواهد گفت، اگر بتونید حتی چند تاشو رعایت کنید، و واقعا این حرف درسته، من نظرمو میگم، نه به عنوان یک انسان موفق دارم صحبت میکنم، نظرمو میگم که اگر فقط بعضی از اینا رو هم ما محکم بچسبیم و یاد بگیریم و به کار ببریم، میگه شما لرنینگ کروتون، نمودار یادگیریتون، نمودار رشدتون خیلی بالا خواهد رفت و شما اینو میتونید تو جاهای مختلف زندگی، ابعاد مختلف زندگی به کار ببرید. زمانی رو که ما توی نتورک مارکتینگ میذاریم، توی تیممون داریم در واقع این وقت رو سپری میکنیم، فقط و فقط به خاطر پول نیست، فقط و فقط به خاطر اینکه بیزنس رو راه بندازیم نیست. ما میتونیم اصولی رو که اینجا یاد میگیریم توی بازه کوتاهی از اصول یاد میگیریم، این اصول رو میتونیم توی همه ابعاد زندگی به کار ببریم. اگه ما بتونیم یه تیم 100 نفره، 10 نفره، 50 نفره، 2 نفره رو اداره بکنیم و از چالش‌ها فارغ بشیم و بریم جلو، قطعا این کمک به ما میکنه تا بتونیم توی بحث خانوادگیمون، توی بحث دوستانمون، تو بحث شرکتمون، شاید شرکت تجارت سنتیمون، همون اصول رو بتونیم اونجا استفاده بکنیم. بنابراین واقعا به این شرط کاریمون و به این فضای کاریمون به دید یک کلاس درس هم میتونیم نگاه بکنیم، کلاس درسی که اجازه تمرینش رو به ما میده. ماها همه تو این آزمایشگاه در خدمت همدیگه هستیم تا از پس این آزمایشایی که میتونیم هر روز نسبت به همدیگه در راستای تقویت خودمون انجام بدیم بر بیاییم، و این خیلی مهمه. Conversations, equities of all kinds. You'll find some progress like I did that first 5 years when I met a teacher willing to share with me, turn my life around. Progress I couldn't believe happened for me. میگه من هم تو اون 5 سالی که این اصول رو رعایت کردم رشد عجیبی داشتم، رشدی که باورم نمیشد اصلا، و میگه شما هم میتونید اینو تو همه ابعاد زندگیتون تجربه بکنید. Okay. Let's get started. شروع بکنیم. I want to review. I was here last time and we talked about the 5 major pieces to the life puzzle. میگه دفعه قبلی که اینجا بودم در مورد 5 بخش پازل زندگی صحبت کردیم، و خدمتتون عرض کنم که اون رو میخواد دوباره صحبت بکنه در واقع. I just want to review those because it lays such a good foundation for all the rest that I want to share with you today. میگه من میخوام دوباره اونها رو ریویو کنم به خاطر اینکه چنان فونداسیون قدرتمندی رو برای هر چیز دیگه که من بخوام صحبت بکنم اونجا ایجاد میکنه، و من هر چیزی که بخوام بگم باید رو این استوار کنم. این 5 تا قسمت پازل زندگی، زندگی رو به یک پازل تشبیه میکنه، انگار که 5 تا قسمت داره، 5 تا بخش داره، و این 5 تا بخش رو میخواد بگه
که این 5 تا بخش میتونه زندگی رو بسازه. بنابراین خیلی باید مهم باشه. A lot of subjects to cover, so we're going to go rather swiftly, okay? Put on your mental track shoes here and run with me today, because I'm going to deal mostly in concepts. Expect you to, you know, fill in a lot of the details. میگه که کفشای ورزشی ذهنتون رو بپوشید چون قرار بدوید با من از نظر ذهنی. اطلاعات زیادی رو بهتون خواهم داد و من مفاهیم رو خواهم گفت. از شما انتظار دارم که جزئیات رو خودتون پر بکنید چون فرصت نیست من بخوام همه جزئیات رو بگم. Because I got a lot to share. I want to get through it all. و دلیلش هم اینه که من خیلی زیاد میخوام باهاتون در میون بذارم، بنابراین جزئیاتش رو نخواهم گفت. Lay this foundation again of the five major pieces. Happens to be the title of my latest book. و میگه این پنج بخش پادل زندگی نام یا عنوان آخرین کتاب من هم هست. But I think it is so valuable in laying a foundation. It's some of the things I learned between ages 25 and 30. مطالبی که میگن میخوام بگم مطالبی است که بین 25 سالگی تا 30 سالگیشون تجربه کردن و یاد گرفتن. The teacher who taught me so well, he dealt in these fundamentals we call these. میگه معلمی که اینها رو به من یاد داد انقدر خوب یاد داد و که من هنوزم دارم ازش استفاده میکنم و ما به اینها fundamentals میگیم. Fundamental یعنی اصول پایه و اسمی هم که روش میذاره fundamental. این پیام رو داره که خیلی مهمه، کافی این 5 تا رو خوب یاد بگیریم، واقعا این 5 تا رو بتونیم درک بکنیم و سعی کنیم هر چقدر که میتونیم. حالا هر کسی به اندازه‌ای که هر کسی که اینا رو میدونه لزوما انجام نمیده و همه ما باید تلاش کنیم هر چقدر که میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر بتونیم از این fundamental ها استفاده بکنیم قطعا انقلاب میتونه توی همه ابعاد زندگی رخ بده. Fundamentals. We call these basics. Basics یا fundamentals یعنی ستون، حالت پایه داره اینها. Sports, fundamentals for sports, fundamentals for your business, fundamentals for the way you deal with your family. و میگه اینها fundamental هستن، اینها نقش ستون دارن توی بیزنستون، توی فعالیت‌های ورزشیتون، نمیدونم فعالیت بیزنسیتون، روابطتون تو خانوادتون. ببینید چقدر این مطالب مهمه که همه جا درسته و همه جا کار میکنه. Simple things. Few basic things that if you practice every day can make all the difference in the world. یه سری مسائل خیلی ساده و پایه‌ای که اگه بتونید هر روز اونها رو اجرا بکنید و انجام بدید میتونه همه تفاوت‌هایی که تو دنیا وجود داره رو براتون ایجاد کنه، کنایه از این که میتونه تفاوت خیلی خیلی زیاد ایجاد کنه تو زندگیتون. Works out. I boiled it down to 5 major pieces to the life puzzle. و من اونها رو به 5 تا قسمت پازل زندگی تشبیهش کردم و به اونجا رسوندمش. خلاصش کردم در قالب 5 تا بخش پازل زندگی. Review those. Number 1 is philosophy. اولین مورد philosophy، فلسفه زندگی. و حالا کلمه فلسفه، حالا راجبش توضیح خواهم داد. این فلسفه با اون فلسفه‌ای که توی دانشگاه یا کتاب‌ها می‌دونیم فرق می‌کنه. Philosophy, as I taught the last time I was here, philosophy in my personal opinion is the major determining factor in how your life works out. میگه که philosophy یا فلسفه، میتونید نوتتون رو بنویسید فلسفه. میگه این بخش تعیین کننده هست تو زندگی شما. اینکه زندگی شما کجا به چی میرسه، نتیجه چی میشه، یکی از این 5 بخش که بخش فلسفه هست نقش determining یعنی نقش تعیین کننده، انگار که وزنه بیشتری رو این بخش هست. بنابراین ما باید بیشتر دقت کنیم که این فلسفه چیه. Philosophy, the major determining factor in how your life works out. Philosophy, to form our philosophy you gotta think, you gotta use your mind. میگه برای اینکه فلسفتون رو، شما باید فلسفه داشته باشید. برای اینکه این فلسفه رو، قطعا تو توضیحاتی که خواهیم داد متوجه میشید که این فلسفه دقیقاً چیه. برای اینکه این فلسفه رو بتونید فرمش بدید، ایجادش بکنید، شما باید فکر بکنید و باید از ذهنتون و مغزتون استفاده بکنید. Gotta process ideas. شما باید ایده ها رو پروسس کنید، تحلیل کنید. And this whole process over a lifetime starting way back here when we were children. و میگه این پروسه از خیلی زمانهای پیش باید شروع شده باشه و شروع شده زمانی که ما بچه بودیم.
schools that we've attended, our parents. زمانی که مدرسه می‌رفتیم، از مدرسه سری اینپوت‌ها گرفتیم، یه سری دریافت‌ها داشتیم، از خانواده‌مون یه سری دریافت‌ها داشتیم. Our experiences, all this stuff. تجاربی که تو زندگی از دوران بچگی تا امروز به دست آوردیم. Processed by the thinking process helps to develop our philosophy. همه اینها کمک میکنه به ما تا بتونیم یک فلسفه رو تشکیل بدیم، فلسفه خودمون رو تشکیل بدیم. دیدید طرف 40 سالشه، 35 ساله باش صحبت میکنی، میگه مثلا، میگم دید دیگه، مثلا میگه که من به این نتیجه رسیدم که با هر کسی باید مثل خودش باشی. یکی هست میگه که تو این دور زمونه باید فقط بزنی بری جلو. با بعضی صحبت میکنی میگن که مهم نیست بقیه با من چجوری برخورد میکنن، من همینیم که هستم. اینها فلسفه شونه دیگه، اینا بخشی از اون فلسفه شونه. حالا چی پشت این حرف هست؟ قطعا زندگی شونه دیگه، یه سری تجارب از روز که بچه بودن، مدرسه رفتن، تو خونه فلان فلان، همه اینها کمکشون کرده تا به این نتیجه برسن. و خب این فلسفه طبق صحبت های جیمران میگه determining factor in how your life works out، دقیقا میگه تعیین میکنه که زندگی شما چه شکلی میشه. برای من خیلی مهمه و میگه که همه اینا کنار هم اینو تشکیل میده، باعث میشه این به وجود بیاد تو ذهن شما. And in my opinion, each person's personal philosophy is the major factor in how your life works out. Here's... پس ما مجموعی از این ایده ها، تجربه ها، آموخته ها رو از زمان بچگی تا امروز و تجربه ها، دیدید طرف کلا سرش رفته، از امروز یه جور دیگه برخورد میکنه، همه اینا رو کنار هم میذاریم و این میشه فلسفه شخصی اون فرد. و میگه این فلسفه شخصی فرد مهمترین چیزی است که زندگی این شخص رو قراره تعیین بکنه. حالا یه موقع هستی که یکی به نتیجه میرسه، یا خودمون یه حرفی میزنیم و خیلی هم با جدی میگیم، باید به این فکر کنیم و به اون فردم باید گوشزد کنیم که این حرفی که میزنی همه این زندگی تو قرار تعیین بکنه. برای من یه بار دیگه برگرد نگاه کن، شاید یه تجربی داشتی که یه سری درسای سختی رو گرفتی، نباید هیجان زده بشی و حالا یه فلسفه‌ای رو روی خودت بذاری که شاید برای خیلی مهمه. این فلسفه میتونه همه چیز رو تعیین کنه. بنابراین صحبتی که آقای جیمران میکنه، میگه این فلسفه شخصی هر فرد زندگیشو تعیین میکنه. I called it in that last presentation when I was here. It's called the set of the sail. و میگه مثالی که من برای فلسفه شخصی هر فرد میزنم، set of the sail، یعنی جهت بادبانها، جهت بادبانی که روی کشتی هست، روی قایق هست. میگه فلسفه شخصی شما مثل جهت بادبانیه که روی کشتی هست. A person's personal philosophy is like the set of the sail. Now I used to think it was circumstances that ordered my life. خب میگه من فکر میکردم که یه زمانی، حالا اون زمانه که قبل از این که در واقع شروع کنه به یادگیری پیش آقای ارشوف، میگه فکر میکردم که شرایط هست که زندگی منو دیکته میکنه، شرایط هست که منو به سمتی میبره یا یه سری نتایج رو به من تحمیل میکنه. اینجوری فکر میکردم. If someone would have asked me at age 25, Mr. Rohn, how come you're not doing well? Pennies in your pocket, credit. میگه اگه تو 25 سالگی که از من میپرسید، میگفت آی جیمران چرا تو پول نداری، وضعیت اینجوریه، تو جیبت چی نیست، pennies in your pocket، یعنی تو جیبت پنی مثل ریال میمونه، مثلا دوزاری اینجوری، میگه تو جیبت دوزاری هم پیدا نمیشه، چرا اگه اینجوری هست، اگه از من میپرسید اینو تو 25 سالگیم؟ Calling, nothing in the bank. Behind on your promises to your family, you live in America, 25 years old, got a... تو بانکی چی پول نداری، طلبکارا دارن به زنگ میزنن، قولاتو نتونستی عملی کنی، تو 25 سالگی همه دلیلی داری که با نیروی جوانیت خوب کار بکنی، خانواده داری، چرا اینجوری هستی؟ چرا پس خوب نتیجه نداری؟ با وجود اینکه این همه چیزای خوب داری، تو آمریکا زندگی میکنی؟ So family, every reason to do well, and things are not going that well for you. What is wrong here? It. یه گزه میپرسید که مشکل چیه اینجا؟ با وجود همه این چیزهای خوب، چه اتفاق افتاده که همه چیز برات خوب نیست؟ مسئله وجود داره اونجا. Not have occurred to me to blame my philosophy. میگه هیچ وقت به ذهنم خطور نمیکرد که بگم در جواب فلسفه شخصی منه که همه اینا رو رقم زده. I mean, it would not have occurred to me. Saying, well, I got this lousy philosophy, and that's how come I got pennies in my pocket and nothing in the. میگه هیچ وقت به ذهنم خطور نمیکرد که بیام بگم دلیلش اینه که من یک فلسفه سطحی، یک فلسفه
به درد نخور، یک فلسفه که هیچ وقت روش کار نکردم تو زندگی، یه فلسفه اون شکلی دارم، یه فلسفه شکسته و خورد دارم و به اون دلیلی که من هیچی پول ندارم، این مسائل دارم، هیچی برام خوب کار نمیکنه. این به ذهن من خطور نمیکرد که بگم در جواب. Things aren't working well. That would not have occurred to me. I found it much easier to blame the government. میگه خیلی برام راحت تر بود، زودتر انگار به این نکته رسیدم که بندازمش روی دولت، روی شرایط، روی اقتصاد، میدونید بگم تقصیر اوناست، این که اینجوریه، دولت که اینه، اقتصاد که به انور شده، این که اون شده. این خیلی ساده تر بود و برای من این جواب میدادم. Much easier to blame the tax problem. I used to say taxes are too high. روی مالیات مینداختم مسئله رو، همیشه میگفتم مالیات خیلیه، درصد مالیات خیلیه. Top tax rate when I first started paying taxes, 91%. زمانی که میگه من شروع کردم به پرداخت مالیات، top tax rate، میدونید مالیات پله‌ایه، مثلا میگن تا 2 میلیون درآمد شما باید 20% مالیات بدید، اگر درآمدتون بالای 2 میلیون شد تا 5 میلیون 30%، یعنی از 2 میلیون به بالا هر چقدر که میگیرید تا 5 میلیون باید 30%شو بدید، حالا همینجوری تا میره بالا. که خب اون لول‌های بالا، اون پله‌های بالای مالیات توی امریکا، زمانی که ایشون میگه من کارم رو شروع کردم، به پرداخت مالیات شروع کردم، 91% بود. یعنی مثلا میگم پله‌های اول و دوم و سوم و چهارم مهم نیست، عددشو خودتون میتونید یه سری عددو در نظر بگیرید، اما فرض کنید بگن هر کسی بالای 100 میلیون درآمد داشته باشه، هر چقدر بالای 100 میلیون درآمد داشته باشی، 91%شو باید به عنوان مالیات بدی. به عنوان مثال فردی 200 میلیون درآمد داشته این ماه، اون 100 میلیون اول حالا 30% مالیاتی، چی رو 100 میلیون دوم باید 91 میلیونش مالیات بده، فقط 9 میلیونش مال خودشه. یعنی میگه من زمانی که شروع کردم به پرداخت مالیات، از این با این شرایط بالاترین نرخ مالیات 91%. Back then, when your income reached a certain level, all your income over that, 91%. So I used to say, that's too high. Now the tax... میگه اون موقع من خب اینو میدیدم، میگفتم خب خیلیه. Top tax rate's about 33%. But people are still saying what? Taxes are too... See, but you can't use that anymore. If it's... میگه الان top tax rate چقدره؟ 33%. یعنی دقیقا همون مثال رو با 33% در نظر بگیرید. میگه خب هنوزم مردم میگن تکس بالاست. خب دیگه الان وقتی از 91% اومده به 33%، شما نمیتونید بازم همون حرفو بزنید که بگید مالیات بالاست. From 91 to 33, how could it be too high? Come on. I threw all that old excuse stuff away. Some people found it though, and they're using it. خب میگه که بیخیال شیم دیگه نمیتونید شما هنوزم بگید که تکس یا مالیات هنوز خیلی زیاده. میگه من همه اون بهونه ها رو انداختم دور، همه اون فکرها و بهونه ها و این مسائل رو انداختمشون دور، اگرچه یه عده پیداش کردن و دارن الان استفادهش میکنن و به این دلیل افراد میخندن در واقع. My old list. I used to blame the traffic, the weather, used to blame circumstances. Right? میگه لیست قدیمی من، لیستی که اون موقع به عنوان لیست blame list، یعنی اگه میخواستم مشکلات رو دست بذارم روش، چرا من تو زندگی اون چیزی که میخوام باشم نیستم، دلایلش رو لیست کرده بوده دیگه. یکیش مثلا مالیات بالاست، یکیش مثلا ترافیک زیاده. میگه اگه میخواستم اون لیستی که داشتم، مثل ترافیک، مثل هوا، مثل فلان، اون لیست قدیمی من که لیست بهونه هام بود در واقع. Blame the traffic. The weather, used to blame circumstances, right? People say, I'm too tall, I'm too short, I'm too old, I was raised in obscurity, raised on a farm, parents of modest means, all the stuff. If you were to ask me, how come you find yourself here, Mr. Rowland, age 25, living in America, land of abundance and opportunity, pennies, zero in the bank, not doing well, creditors calling, it would not have occurred to me to blame my philosophy. یه لیست من شامل همه اینایی بود که براتون گفتم. اقتصاد، شرایط، مالیات، دولت، این، اون، هوا، هر چی که دستم میرسید. میگه و اگر از من یکی میپرسید که چجوریه که انقدر زندگیت اونجوری که میخوای نیست، قطعا این همه دلیل داشتم و با وجود این همه دلایلی که صحبتش کرد، هیچ وقت به ذهنم خطور نمیکرد که نگاه بکنم و دست بذارم رو فلسفه شخصی خودم.
I found it easier to blame the company, company policy. میگه خیلی راحت تر بود برای اینکه دست بزنم رو شرکت، روی پالیسی های شرکت، روی قوانین و مقررات شرکت. I used to say, if this is all they pay, how do they expect you to do well? میگه همیشه میگفتم که اگه این چک نشون میده مثلا، میگه اگه این درآمد منه، اگه این مبلغ رو داره شرکت به من میده، چجوری از من انتظار داری که زندگی خوبی داشته باشم؟ خب معلومه همین میشه دیگه. نگاه کن من اینقدر درآمد دارم، اینقدر به من این شرکت پول میده. So I figured that, you know, my future was going to be tied to what everybody else was arranging, the economy, right? Interest. میگه و به این نتیجه بودم که زندگی من و آینده من نتیجه ای از برنامه ریزی و arrangement، یعنی سیستمی که بقیه دارن برنامه ریزی میکنن. حالا اقتصاد میتونه باشه، درصد سود میتونه باشه، درصد مالیات میتونه باشه، یعنی همه اینها هست که زندگی منو تعیین میکنه و برنامه ریزی میکنه. I used to say things cost too much. That was my whole explanation. No. یک جمله که خیلی وقت شنیدیم دوستان. میگه عادت داشتم، یا حالا این حرفی که I used to say، یعنی همیشه اینو میگفتم، همیشه اینو میگفتم که چیزا گرونن. این حرف ما خیلی میشنویم، خیلی میشنویم، آدم ها میگن گرونه، چیزا گرونه. My philosophy. میگه و این همه فلسفه من بود و اینو واقعا میبینیم آدم ها، خیلی هاشون همه فلسفهشون همینه. و وقتی که راجع به موقعیت باشون صحبت میکنید یا راجع به موقعیت مشابه باشون صحبت میکنید، همه یه فلسفهشون این که گرونه. میبینید این خیلی جای فکر داره و میگه من هم تو اون زمان همه اون فلسفه هم به من اینو، یعنی همین بود که things cost too much، یعنی چیزا گرونن. My teacher taught me better that this is where the problem was, my own personal philosophy. میگه و تا اون زمان که دیگه معلمم به من یاد داد که اون چیزی که مشکل داره اونا نیست، اون فلسفه شخصی توه. Here's what's exciting about each person's personal philosophy. That's what makes us different than dogs and animals and birds and cats and spiders and alligators. میگه نکته خیلی جالبی که در مورد فلسفه شخصی هر کدوم از ما هست اینی که ما رو متفاوت میکنه از انواع دیگه موجودات، مثل مرغ، خروس، نمیدونم قاز، نهنگ و حالا حیوانای دیگه که گفت. من حالا حیوانا رو از خودم گفتم، منظور این که این بعد ما هست، این بعد فلسفه شخصی ما هست که ما رو از دیگر موجودات متمایز و متفاوت میکنه. برای این باید روش فکر کنیم و جدی باشیم، نه اینکه چیزا گرونن. That's what makes us different than all of the life forms. The ability to think, the ability to use your mind, the ability. توانایی این که شما فکر بکنید، توانایی این که شما از ذهنتون استفاده بکنید. To process ideas. توانایی شما که ایده ها رو تحلیل بکنید. And not just operate by instinct. و فقط با غریزه کار نکنید، زندگیتون دست غریزتون نباشه. In the winter, I'm telling you, the goose can only fly south. میگه تو زمستون قازها فقط میتونن به سمت جنوب پرواز کنن. What if south doesn't look too good? Tough luck. میگه حالا اگه جنوب زیاد شرایطش میزون نباشه چی؟ میگه همینی که هست. اونجا اینها شانسشون اینه که روزای سخت رو خواهن داشت قازها. It can only fly south. به خاطر اینکه قاز فقط میتونه به سمت جنوب پرواز کنه توی زمستون. But see, human beings are not like a goose. Can only. میگه ولی آدما مثل قاز نیستن که فقط بتونن به سمت جنوب پرواز کنن تو زمستون. ما میتونن فکر بکنن، میتونن تصمیم بگیرن، میتونن برن شمال، میتونن برن شرق، میتونن برن غرب. I mean you can turn around, go north, you can go east, you can go west, you can order the entire process of your own life. میگه شما میتونید دستور بدید تمام پروسه زندگیتون رو، از هر جا که خواستید میتونید دور بزنید، برگردید، راست، چپ. We do that by the way we think. We do. و ما این کار رو میکنیم با نحوه فکر کردنمون. By exercising our mind, we do that. با تمرین ذهنمون. By processing ideas and با تحلیل ایده ها. With a better philosophy, a better strategy. که ما رو به یک فلسفه بهتر یا یک استراتژی بهتر میرسونه. Life, goals for the future. هدف برای آینده تعیین میکنیم در نتیجه این مسائل. Plans to achieve those goals. برنامه‌ریزی میکنیم برای اینکه به اون اهداف برسیم.
All this comes from developing our philosophy. همه اینها از رشد دادن فلسفه ما و از ایجاد یک فلسفه میتونه رقم بخوره. Philosophy helps us to process what's available. Well, میگه philosophy helps us to process what's available. جمله خیلی خیلی مهمیه. میگه فلسفه ما به ما کمک میکنه تا از اون چیزی که موجوده استفاده کنیم. این جمله رو توضیح خواهد داد. فلسفه ما به ما کمک میکنه تا از اون چیزی که موجود استفاده کنیم. خیلی وقتا شما تو تیم دیدید دوستان، حالا یکم راجع به تیم صحبت کنیم، شرط همیشه گل و بلبل نیست، بعضی وقتا سه چالش هم هست، افرادی تمرکزشون میره روی مسائلی که هست، در صورتی که فلسفه فرد بهش میگی که چجوری از این شرایط استفاده کنیم، از اون چیزی که موجود هست چجوری استفاده کنیم، ولی اونها ذهنیتشون میره سمت اینکه اینجا کار نمیکنه، اینجا این مسئله است، اینجا میدونید، و ممکنه یه موقع دست بزنیم روی چیزی صرفا برای اینکه کمک کنیم حل بشه، این خیلی خوبه، ولی فرای اون دیگه جای فکر داره. Get here, we got seed and we got soil and we got some rain. اما چیزایی که موجود هست چیه؟ برای این فلسفه کمک میکنه تا اون چیزایی که موجود هست ازش استفاده بکنیم، اونا رو پروسس کنیم. چیزایی که موجود، دونه، این مثال با زمین و کشاورزی میزنه، دونه، خاک، بارون. And we've got some what? Sunshine. آفتاب. We've got some seasons. فصلها. And what? The miracle of life. معجزه زندگی. Now the key is, what do you do with all this stuff? اما کلید کار چیه؟ نکته مهم اینه که شما با این وسایلی که موجوده چیکار میکنید؟ با دونه و خاک و بارون و آفتاب و فصلها، فصلهای متفاوت و معجزه زندگی، اینکه دونه رو تو خاک میکارید و ازش یه چیزی در میاد، این معجزه زندگیه. چجوری میشه این کار کرد؟ این کار راحتی نیست. و میگه حالا این سوال اینه، شما با اینهایی که وجود داره چی کار میکنید؟ How do you turn all this stuff that's available here into equity? میگه چجوری این چیزایی که موجود هست که اسم برد، دونه، خاک، بارون، آفتاب، فصلها، معجزه زندگی، چجوری اینها رو تبدیل میکنید به یه سری سرمایه، یه سری داشته؟ Promise. به یه قول. قول منظور اینه که یه چیزی که حتما براتون به شکل گارانتی اتفاق خواهد افتاد، مثلا به یه میوه. And lifestyle. به lifestyle، یه سبک زندگی. چجوری میتونید اون چیزایی که وجود داره رو ازش یک سبک زندگی خلق بکنید؟ And dreams. رؤیا خلق بکنید. And future. یک آینده خلق بکنید. Possibilities. امکانها رو ایجاد بکنید. All of this that's possible now with human beings, how do you take all this stuff and turn it into this equities and that? میگه چجوری ستون سمت چپیه که شامل دونه، بارون، فلان بود و اینا رو میگیرید و اینها رو تبدیلش میکنید به ستون سمت راستی که equity، یعنی داشته و سرمایه و حالا اون چیزایی که دیدید، رؤیا، آینده، فلان فلان. Well, it starts with philosophy. بله، با فلسفه شما شروع میشه. اینکه از این داشته ها بریم به این سمت با فلسفه شروع میشه. فلسفه شما شروع میشه. چجوری که ماها یه زمانی جنس استارت زدیم، تعدادمون 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر و امروز خیلی بیشتر هستیم و خیلی از کشورها رو داخلش رفتیم. بیده نیستن. اون عده‌ای که نیستن چرا نیستن؟ و اون عده‌ای که الان هستن چرا هستن در صورتی که اونا نیستن؟ میدونید نکته مهمیه. فلسفه اونها بود که و فلسفه اینهایی که امروز هستن، فلسفه شون اینو رقم زد دیگه. یه سری چیزا وجود داشت، یه سری دونه و خاک و آفتاب و اینا بود، فصلها و اینا هم بود، شاید یکیشون تو زمستون اومد، یکیشون تو بهار اومد، مهم نیست، به هر حال اینا موجودات موجودی ما بود. اینها رو اینکه تبدیل کنیم به داشته، امروز یه عده دارن درآمد دارن، یه عده صاحب تیم هستن، یه عده صاحب تیمایی هستن که تو کشورهای دیگه هست، واقعا اینترنشنال شدن، اینا موفقیت کسب کردن، رنگ کسب کردن، صاحب اعتبار شدن، تو چشم افراد بالاسری ما در واقع دیده میشن. خب چه جوریه که اونها اون چیزهایی که موجود بود رو تبدیلش کردن به این داشته ها؟ یه عده همون چیزایی که موجود بوده رو با همون افراد با هم بودن نیستن دیگه امروز. این فلسفه شخصی اونا هست و این خیلی مهمه. What is the seed? What is the soil? What is the sunshine? What is the rain? Is it possible to take some of each of all the stuff that's available and turn it into food and
turn it into value and میگه دونه چیه، بارون چیه، آفتاب چیه، آیا امکان داره که یکم از این یکم از این یکم از اینا رو برداریم و ازش غذا درست بکنیم؟ Turn it into nourishment, turn it into something spectacular and تبدیلش کنیم به تغذیه، تبدیلش کنیم به چیز فوق العاده خفن. Think that no other life form can do and the answer is yes. که هیچ گونه موجود دیگه‌ای، یعنی موجودات دیگه‌ای تو این زمین نمیتونن اونو ایجاد بکنن. آیا این امکان داره؟ برای انسان امکان داره که از این آفتاب و از این دونه و از این خاک اینا رو کنار هم بذاره و یه چیزی خلق بکنه که شاید مثلا فرمای دیگه زندگی نمیتونن این کارو بکنن. جواب میگه بله هست. But you cannot deal with all this stuff and what to do with it unless you start refining your philosophy. Think. میگه ولی شما نمیتونید با این داشته ها، منظور دونه و خدمتتون عرض کنم، با دونه و آفتاب و اینا کنار بیاید یا باشون نمیدونید چجوری باشون برخورد بکنید مگر اینکه یک فلسفه داشته باشید و فلسفتون هم همیشه ریفاین کنید. ریفاین یعنی هی خالص سازی کنید، هی روش کار بکنید، چون از روز اول یه فلسفه نداریم، هر روز این فلسفه در واقع باید پیشرفتش بده. Use your mind, come up with ideas and strengthen your philosophy. So the seed and the soil and the rain and the sunshine, this is called, you know, the economy and the banks and the money and the schools and everything that's available. اما تو مثال ما کشاورزشون نیستیم، ولی میگه حالا تو زندگیتون نگاه کنید، مدرسه‌ای که رفتید، تحصیلی که رفتید، خانواده‌تون، بانک‌ها، شرایط جامعه، همون چیزی که جامعه هست، شرکتی که توش کار میکنید، محصولاتی که داره، پلنی که هست، پروموشنی که هست، تیمی که توش هستید، جلساتی که دارید، اینا اون چیزایی هست که موجوده. روی اینا نمیتونید دست بذارید. یعنی منظور که دست بذارید نه که نمیتونید بگید آقا اینجا رو یکم بهترش کنیم، اوکی بهترش کنیم، این همیشه اوکیه، خیلی هم خوبه، ولی یادتون باشه بعد این همه اون چیزی هست که وجود داره. امروز تو شرکت جنس ما کار میکنیم، همون چیزی که وجود داره دیگه، چیکار میخوایم بگیم؟ شرکت جنس هم همینی که هست. یه سری مسائل ممکنه داشته باشه، مثل کم و کثیر. محصولات اینی که هست، کارش نمیتونیم بکنیم. نکته اینی که ما بیاییم روی این داشته ها، روی این مثل دونه، فلان، نمیدونم، آفتاب، زیاد به این گیر ندیم. رو اون قسمت دوم کار بکنیم. و اون قسمت دوم نکته مهمی هست که حالا آقای تونی رابینز هم یه نکته خیلی مهم رو تو این زمینه گفته، من جا داره اینجا رو بگم. آقای تونی رابینز هم شاگرد آقای جیم ران بودن، تو سن 17 سالگیشون یکی از کسانی بودن که توی تیم نتورک مارکتینگ آقای جیم ران یکی از هوم آفیس ها رو میگردوندن. ایشون میگه که بحث اون ریسورسز ها، اون منابعی که دارید، مثل آب، نمیدونم، دونه، بارون، آفتاب، فصل، اینا ریسورس های شما. میگه مسئله اینه که شما چقدر ریسورسفولنس دارید. ریسورسفولنس یعنی شما چقدر از این ریسورس ها، از این منابع میتونید استفاده بکنید. و اینکه چجوری شما میتونید از این استفاده بکنید برمیگرده به ذهنتون. چقدر نوآوری دارید، چقدر صبر دارید، چقدر جسارت دارید، چقدر ویژن دارید. میگه اینا مهمه، گیر ندید به این منابع. این منابع همینی که هست، منابع همینه، کارش نمیتونید بکنید. منابع نمیشه که دست به فصل زد، دست به بارون زد، اینو چیکار میخوای بکنی؟ این همین جوری که هست. اما شمایی که میتونی ابداعتو بیشتر کنی، شمایی که میتونی صبرتو بیشتر کنی، فکرتو بیشتر کنی، تلاشتو بیشتر کنی، ویژنتو بیشتر کنی، اینها اون چیزایی که باید روش کار بکنیم. و در واقع این بحث داره به این شکل میره جلو. Processing information, what to do with all that, and turn it into equity and value. That is the major challenge of life. و این میگه چالش اصلی زندگی هست. اینکه با این چیزایی که موجود هست چی کار میکنی و حالا تو ستون اینوری چی خلق میکنی از همین چیزایی که اینور هست. میگه این بزرگترین چالش زندگیه. Okay. So each person's personal philosophy now is going to determine what you're going to do with seed and soil and sunshine. میگه حالا فلسفه شخصی هر کدوم از ماها تعیین میکنه که ما با این دونه و این آفتاب و این بارون و این فصل چی کار میکنیم. این فلسفه شخصی ماست. این فلسفه شخصی یه سری افراد بود، حالا مثالی که میزنیم چون مثال خیلی بهای زیادی رو ما دادیم، این فلسفه شخصی افراد بود که بهشون گفت چی کار بکنن. کسی که امروز داره برای سفیر 25، سفیر 50 داره میجنگه و کسی که شاید امروز تو تیم ما نیست، فلسفه شخصیش بود که اینو بهش گفت، هر چی که گفت. Rain, miracle, the change of seasons. That's it.
My personal opinion. میگه این نظر شخصی منه. Each person's personal philosophy is like the set of the sail. هر نظر فلسفه شخصی هر فردی مثل جهت بادبانشه. جهت بادبان یک کشتیه. That's what the seminar is for today. Help you to trim a better sail. میگه هدف این سمینار که امروز ما با هم داریم همینه. اینکه به شما کمک بکنیم تا یک جهت گذاری بهتری داشته باشید. دقیق تر بادبانتون رو ست بکنید. You don't need a better economy. شما به یک اقتصاد بهتر احتیاج ندارید. You don't need better seed and soil. In fact, شما به یک دونه بهتر یا به یک خاک بهتر نیاز ندارید. When it comes to seed and soil and rain and sunshine and seasons and the miracle of life, that's all you got. میگه در حقیقت وقتی که میخوایم راجع به دونه و آفتاب و بارون و فصل و اینها صحبت بکنیم این همه اون چیزی که شما دارید. What if you blame this stuff? Then میگه فکر کنید چی میشه اگه اینا رو هم بشینید سرزنش کنید. Blaming all you got. اون موقع است که شما همه اون داشتتون و تنها چیزی که دارید رو دارید سرزنش میکنید. If you blame the economy and you blame the schools and you blame the teachers and you blame the sermons and the preachers and you blame you know the marketplace and you blame the company and company policy, what else is there? When میگه اگه شما شروع کنید به سرزنش کردن و گیر دادن و قُر زدن روی اقتصاد، دولت، شرکت، پالیسی شرکت، نمیدونم مدارس، بانک‌ها، اگه همه اینا رو بخواید روش قُر بزنید و روش دست بذارید دیگه چیزی دیگه این نیست که شما که بخواید قُر بزنید، یعنی همه چیز رو انگار دارید سرزنشش دارید میکنید، دیگه چی دارید شما که بخواید باش کار بکنید؟ people get through with their blame list, there is nothing else. میگه بعضی آدم ها اصلا وقتی لیست مواردی که روش دست میذارن و سرزنشش میکنن و قُر میزنن راجبش رو وقتی که اون لیست رو میری نگاه میکنی میبینی چیزی دیگه نمونده که تو اون لیست بنویسنش، هر چی که هست تو زدن اونجا. And if you blame the only thing you've got to work with, I'm telling you, it's called mistake colossal. میگه و اگه شما همه اون چیزی که اونجا وجود داره تا شما بیاد روش کار بکنید، اگه همه اونم قُر بزنید و سرزنش کنید، به این میگن mistake colossal، یعنی یک اشتباه خیلی خیلی انبوه. And not understanding that that's all you've got to work with. And if this is all you've got to work with, then you don't change the seed and you don't change the soil and you don't change the... اگه نفهمید که این همه اون چیزی که وجود داره و شما باید با اینها کار بکنید و شما اینجا نیستید که دونه رو عوض کنید یا فصل رو عوض کنید یا خاک رو عوض کنید، اگه اینو نفهمید and you don't change the sun sign, you don't change... شما اینجا نیستید که آفتاب رو تغییر بدید. Seasons. شما اینجا نیستید که فصل ها رو دست بزنید تغییر بدید. Guys, I'll take 3 springs, 4 summers, 9 falls, no winters, no. میگه طرف تو ذهنش فکر میکنه که اینجوری میخواد. میگه من 3 تا بهار میخوام، 4 تا تابستون، 9 تا پاییز و زمستونم نمیخوام. میگه نه اینجوری نیست. اینجوری نیست روشی که تو میتونی زندگی بکنی و بری جلو. Can't fool with this stuff. You got میگه شما نمیتونید با اینا بازی کنید از این بازیایی که الان دارید میگید. It's like it comes. Then what do you change to make your life work well? میگه باید همین جوری که هست اینا رو دریافتشون کنید. و سوال اینی که پس چی رو تغییر میدید؟ I'll start with your philosophy. فلسفتون رو. شما با تغییر فلسفتون باید شروع بکنید. Guess what I had to do at age 25 in order to change my own future. I had to change. میگه حدس بزنید من تو سن 25 سالگی چی رو باید عوض میکردم که آیندم عوض بشه؟ Mind. I had to change my thinking. I had to change my philosophy. من باید ذهنم و فکرم و باید فلسفه‌مو عوض می‌کردم. Messed up on what was causing my problem. And once I got that straightened out, that all the stuff I blamed, the government and taxes, and the marketplace and the economy, and things cost too much, negative relatives, cynical neighbors. Once I got rid of that and started going for where the real problem was, which was me, I'm telling you, my life exploded into change. میگه وقتی که دست برداشتم از قُر زدن و نق زدن نسبت به نمیدونم فامیلام، اقتصاد، دولت، مالیات، شرکت اینا، وقتی دست از این برداشتم زندگی من و رو فلسفه خودم کار کردم، زندگی من انبوهی از تغییرات خوب توش ایجاد شد. My bank account changed immediately. حساب بانکی من بلافاصله تغییر کرد. Changed immediately. My whole life took on a whole new look and color immediately. میگه زندگی من
به شکل کلی رنگ و بوی جدید پیدا کرد. خیلی سریع. And the early results I got from making these philosophical changes tasted so good. و میگه اون نتایج همون موقع نتایجی که من گرفتم، نتایج کوتاه مدت به حدی مزه داد به من که stop the process from that day until this. میگه تا امروز ازش دست بر نداشتم. انقدر اون نتایج خوبی بود. And I'm telling you, with a little consideration of the refinement of your sail, by setting a better sail, refining your philosophy, your whole life. میگه من بهتون بگم اینو. شما فقط کافیه یه کوچولو تسویه کنید فلسفتونو. یه کوچولو اون بادبان رو روش کار بکنید. And start to change from today on. You don't have to wait till tomorrow. You don't have to wait till next month. You don't have to wait till spring. You don't have to wait till 93. You can start this whole process immediately. و شما مجبور نیستید صبر بکنید تا فردا. همین الان میتونید این کارو بکنید. مجبور نیستید تا هفته دیگه، تا ماه دیگه، سال دیگه یا سال 93، حالا هر سالی که بوده. میگه مجبور نیستید اینقدر صبر بکنید. از همین الان میتونید تغییرات رو شروع بکنید. I recommend it. من بهتون پیشنهاد میکنم این کارو بکنید. Some people do so little thinking they don't even have their sail up. میگه بعضیا اینقدر فکر نمیکنن، یعنی تو باغ نیستن، که اصلا انگار تو کشتی نشستن که اصلا بادبان نداره، یعنی بادبانشو نبردن تو هوا. You can imagine where they're going to wind up at the end of this week, at the end of this month, at the end of this year. میگه شما میتونید تصور کنید که اونها آخر این هفته، آخر این ماه، آخر این سال کجا سر در میارن، از کجا سر در میارن. Now's the chance to change, process all this information. میگه الان فرصتی است برای تغییر. در واقع اون set of the sail، اون جهت بادبان ها، اگه دقت کنید باد که میاد، حالا این نکات رو خواهد گفت ولی جاش هست تکرار بشه این نکته، باد رو همه این قایقا، رو همه این بادبان ها یه باد میوزه، ولی آدم ها قایقا مسیر مختلف میره. در واقع اون جهتگیری اون بادبان ها هست که تحت یک حتی باد، وقتی یک باد از یک جهت از یک سمت داره به اینا میوزه، ولی مسیرها اینا متفاوته و اون جهت بادبانها این است. و فلسفه شخصی ما هم همینه. یه اتفاق میفته توی مارکت، توی بازار، همه افراد توی شرکت دارن کار میکنن، با یه پلن، با یه محصول دارن کار میکنن، توی یه تیم دارن کار میکنن، ولی چیه که افراد مسیرهای متفاوت پیش میگیرن؟ و این فلسفه شخصی اوناست، اون بادبانهای جهت بادبانهای شخصی اوناست. و میگه خیلی خیلی مهمه که روی این جهت بادبانه فکر بکنی. So number one is philosophy. Okay. And we dealt with all that, where we get ideas from personal experience, from other people's experiences. میگه و ما صحبت کردیم راجع به اینکه ایده ها رو از کجا میگیریم؟ از تجربه شخصی یا از تجربه های دیگران میتونیم ایده بگیریم؟ I want to get into all those details because we covered that the last time I was here. میگه نمیخوایم وارد جزئیات بشیم چون که قبلا که اینجا بودم اینا رو جزئیاتش رو وارد شدیم. قطعا کتاب پنج بخش پازل زندگی آقای جیم ران میتونه خیلی کمک کننده باشه تو اینکه هم اینو داشته باشید توی خونه، هر وقت بخواید استفاده بکنید، مطالعه بکنید، همین که دیتیلای بیشتر اونجا بخونید. But philosophy, that's number one. My personal opinion. Each person's personal philosophy. Here's the definition of success and failure. Just make this note. Here's. اما تعریف موفقیت و شکست رو میخواد بگه. اینو میگه نوت بردارید. Failure. A few. Errors in judgment. یه سری ارورهای کوچیک. Repeated every day. که هر روز تکرار میشه. Now you can automatically assume, Mr. Owen, I say, I can understand that. میگه شما اینه که من میگم یه سری ارور یا اشتباه کوچیک که هر روز تکرار میشه. میگه وقتی اینو میگم همتون میفهمید چی میگم. خیلی ساده. بعد منم میگه داره آره درست میگی، دقیقاً آره، ارورهای کوچیک، مسائل، مشکلات که هر روز تکرار میشه خیلی بده، متوجهش انگار هستید. A few errors in judgment repeated every day for 6 years. وقتی 6 سال این اتفاق بیفته، 6 سال وقتی این روند ادامه پیدا میکنه، I'm with my father. I think I told the story the last time I was here. My father. یه نکته راجع به این جمله انگلیسی بگم، حالا دوستانی که از این جیم ران، خیلی دوستانی که علاقه‌مند به زبان انگلیسی هستن، خصوصا این ویدیوهایی که ما داریم ترین می‌کنیم،
میتونید حتی به عنوان یادگیری زبان هم استفاده بکنید، چون هم خیلی ساده صحبت میکنه ایشون، یعنی کلماتو خیلی خوب به کار میبره، هم که ما داریم کلمه به کلمه میریم جلو، برای میتونه یک سورس خوبی هم باشه. A few errors in judgment. Judgment یعنی قضاوت. میگه یه سری اشتباهات توی قضاوتتون. اگه بخوایم دقیق تر این رو تو فضا انگلیسیش بحث بکنیم، منظور اینه که یه چیزی تو کلته، یه فکری تو کلته، اون فلسفهه که تو رو به این اشتباه مینداز میکشونه. یعنی دقیق ترین معنی این جمله اینه و به تو فلسفه میره دیگه. میگه حالا اگه تو فلسفت حتی یه ایرور کوچیک هر روز داری تکرار میکنی، حالا نمیخوام مثال خاصی بزنیم، ولی به هر حال کسی که هر روز داره غذای فست فود میخوره و 6 سال ادامه میده، یا کسی که روزی پاکت سیگار میکشه و 6 سال ادامه میده، باید به این فکر بیفته که آقا اگه من اینو هر روز این کارو یه روزشو انجام میدی، اوکی حل، زیاد تو خاصم نمیفته. ولی وقتی که این میشه هر روز برای 6 سال، بعد از 6 سال یک فاجعه اتفاق میفته و شما بعد این فاجعه رو در ادامه مسیرتون ته جاده ببینید. این حرفی که آقای جیم رام میزنه. بنابراین a few errors in judgment، میگه اگه اشتباه قضاوتی داری، اگه تو ذهنت یه فلسفه‌ای هستی، دستورالعملی هست که توش مسئله هست، حتی کوچیک چند تا دونش، زمانی که هر روز تکرار میشه برای مدت 6 سال، بعدش فاجعه. 88 years old, he's never been ill, still hasn't retired. Not long ago, midnight, we're getting ready to go to bed. میگه ادراز پدرش رو صحبت میکنه، میگه سنش خیلی بالاست، فکر کنم 80 خورده ای سال، ولی هیچ وقت مریض نبوده. چند شب پیش میگه قبل از اینکه بره بخوابه، well, got some extra water, got some more acres going, he's all excited. At midnight, we're getting ready to go to bed. My father's eating what he calls his midnight snack. آخر شب که داشتیم تو بخوابیم، پدر من میدنایت سنک، میگه یک حالت غذا، یک حالت ساندویچ، یک چیز کوچیک داشت میخورد و اسمش هم گذاشته بود این سنک میدنایت منه، این وعده آخر شبای منه، مثلا اینجوری. Eat before you go to bed. Don't have to go to bed hungry. برای اینکه وقتی میره توی تخت بخوابه گرسنه نره بخوابه. And I'm watching him eat this midnight snack. Guess what he had? An apple. میگه من نگاه کردم ببینم وعده غذاش چی توشه. A few graham crackers and a glass of grapefruit juice. یه دونه سیب بود، یه سری crackers، یه سری مثل بیسکویت های خیلی کوچیک فرض کنید از سبوسدار مثلا اینجوری، و یک لیوان آب grapefruit. میگه این بود وعده غذای آخر شبش. I said no wonder my father's so healthy. My mom taught us all those good health practices. میگه من با خودم گفتم الکی نیست که این سالمه انقدر، به خاطر این چیزاست دیگه. Taught me when I'm grown up, right? I'm an only child. I've never been ill. میگه مادر من به ما خیلی چیزا یاد داد. تو خونه به ما یاد داد چه جوری تغذیه سالم داشته باشیم. برای همین من خودم هم هیچ‌وقت مریض نبودم. The big 50 some time ago. چند وقت پیش من 50 رو رد کرده بودم. My daughters, 32, 33, never been ill. My دخترام 32, 33, 34 اینا هیچ وقت مریض نبودن. My kids never been ill. Telling you, the legacy lingers on. نوه‌هام هیچ وقت مریض نبودن. بهتون میگم این چیزی که شروع کردید، این ادامه دار میشه توی خانواده‌تون، توی نسل بعد از خودتون. As I watched my father have this midnight snack, suddenly it occurred to me. I know that's part of it. An apple, what? A day, that's gotten to Dallas-Fort Worth, right? An apple. An apple a day keeps the doctor away. میگه وقتی که داشتین اسنک رو میخوردین، وعده غذا رو میخورد و یه سیب هم توش بود دیگه، میگه یو یادم اومد، به ذهنم یو خطور کرد، یه ضرب المثلی توی امریکایی هست، an apple a day keeps the doctor away، یعنی کسی که روزی یه سیب میخوره دکتر از خودش دور نگه میداره. an apple a day، یک سیب در روز، keeps the doctor away، دکتر رو دور نگه میداره. و میگه که تو ذهن من این اومد. Good question for this intelligent audience. What if that's true? میگه که حالا اون چیزی هم که خندیدن گفتش که این مثل به دلس هم رسیده دیگه، شهری که اونجا داره صحبت میکنه دلس هست، میگه این مثل اینجا هم اومده دیگه، شما میدونید نه. و میگه سوال مهمی که از شما دارم اینی که میگه اگر این درست بود چی؟ اگر an apple a day keeps the doctor away، اگه این درست بود، اگه همه اون کسایی که روزی یه سیب میخورن دکتر نزدیک، یعنی مریض نمیشن، اگه این درست بود چی؟ You say, well, Mr. Rona, if that's true, that would be easy to do. Then what's the problem?
میگه خب میگیم اوکی آقای جیمران اگه این درست باشه خب این خیلی ساده است میشه انجامش داد پس مشکل چیه؟ It's easy not to do. میگه این خیلی ساده است که انجامش ندید. Not to adopt it as your own personal philosophy. میگه خیلی ساده است که اینو به عنوان یک عادت انتخابش نکنید. Or the guy messed up to say. Guy says a Hershey bar a day. Say no. No. You've been watching too much television. It is not Hershey bar. You got to be smarter in philosophy than to fall for the Hershey bar a day when it's an apple a day. You got to be smarter than that. And if you make that kind of an error in judgment every day for 6 years, I'm telling you, it'll accumulate into disaster. شما تو ذهنتون این خطاها رو داشته باشید و خدمتتون عرض کنم این رو ادامه بدید بعد از 6 سال این اشتباهات کوچیکی که انباشته شده تبدیل میشه به یک دیزاستر یک فاجعه. Sometimes the first year you say, well, you know, I'm so healthy now, what difference is it going to make? You got to be smarter than that. میگه طرف یه سال گذشته باش صحبت میکنه میگه نه بابا نگاه کن من اوکی ام هیچطوری هم نیست میگه باهوشتر از این باش دیگه به همین سبک داره میگه یه کوچولو باهوشتر باش اگه ممکنه. Just because disaster doesn't fall on us at the end of the first day doesn't mean disaster isn't coming. میگه تنها به این دلیل که اون فاجعه همون روز اول انتهای روز اول اتفاق نمیفته به این معنی نیست که فاجعه ای نخواهد اومد. You got to be so smart that you look down the road and say, will the errors in my present judgment of philosophy, what's that going to cost me in 1 year? میگه شما باید به اندازه‌ای باهوش باشید که نگاه کنید به ته جاده و بگید که این ارورهایی که من دارم زمانی که جمع میشه بهاش برای من 1 سال دیگه 2 سال دیگه 6 سال دیگه چیه؟ Years, 1 month, 6 months. I'm telling you the money cost. And the health cost. میگه من بهتون میگم که بهای مالیش و بهای سلامتیش. And the success cost. و بهایی که شما بابتش موفقیت رو از دست میدید. Is too gigantic if you look down the road a little ways and say. انقدر بزرگه و انقدر وحشتناکه اگه فقط نگاه بکنید ته جاده رو. There are errors in my current judgment, like an apple versus a Hershey bar. Is that just a good illustration of some of the rest of my errors in judgment? If it is, that's where I found myself at age 25. I start. میگه که فلسفه که اون توی کاری که در روز میکنید مثلا همین یک سیب در روز در مقابل اینکه طرف هر شب میره بار مشروب میخوره مثلا میگه که این دوتا رو بتونید تشخیص بدید که این 6 سال دیگه چی میشه این 6 سال دیگه چی میشه. Working when I was 19. I met my teacher who helped turn my life around when I was 25. That's 6 years. میگه من 19 سالگیم شروع کردم به کار 25 سالگیم ارشوف معلمم رو دیدم و تو این 6 سال همون 6 سالی که همش تکرار میکنه میگه تو این 6 سال اشتباهات من خطاهای من جمع شد و منو تو 25 سالگی بعد از 6 سال رسون به اونجایی که بدبخت بودم. The first 6 years of my economic life I've got pennies in my pocket. I've got nothing in the bank. The creditors are calling saying hey you told us the check was in the mail. I'm embarrassed. I'm behind on my promises. I live in America. I'm 25-year-old American male. I got a nice family, every reason to do well. And I'm messed up. میگه من توی امریکا زندگی میکردم. خانواده‌ای داشتم که همه جور دلیلی برای من بود که بخوام خوب نتیجه بگیرم تو زندگی. همه چی اوکی ولی چرا گن زده بودم؟ حالا دقیقاً حرفی که میزنم I'm messed up یعنی گن زده بودم. Now what's messed up? I used to think it was the community that was messed up and the country was messed up. فکر می‌کردم که اون موقع کشوری که وضعش اوکی نیست، مالیاتی که خوب نیست، شرایطی که خوب نیست، نمی‌دونم دموکرات‌ها اومدن سر کار که خوب نیست. And the government was messed up. If those Democrats ever get in the White House, that'll really mess things up. فکر می‌کردم که اگه دموکرات‌ها برسن به کاخ سفید، همه چی خراب میشه. از این فکرایی که صبح تا شب تو صحبت‌های خیلیا حالا با شرایط خودمون می‌تونیم وفقش بدیم هست. The Republicans stay in power. That'll really mess things up. The economy was messed up. Interest rates are messed up. I thought all this stuff was messed up. میگه فکر می‌کردم همه اون چیزایی که اونجا وجود داشت گند زده بودن. از بانک و مالیات و نمی‌دونم نرخ دلار رو تو جامعه خودمون میتونیم فکر کنیم دیگه. من فکر کردم همه اینا بود که گند زده بود به همه چیز. I found out that's not what was messed up.
I was criticizing the only thing I had to work. میگه من متوجه شدم که اینها نبودن که گند زده بودن. من داشتم اعتراض میکردم و غر میزدم و نق میزدم نسبت به تنها چیزی که من داشتم و موجود بود برای اینکه روش کار بکنم. With. What was really messed up was my own personal philosophy. چیزی که گند خورده بود اون فلسفه شخصی من بود. My own errors in judgment. اشتباهات من توی قضاوت. My own personal philosophy brought me in 6 years to pennies in my pocket. اون اشتباهات و خطاهایی که توی قضاوت خود من بود و توی فلسفه من بود منو توی جهنم رسوند. منو رسوند به جایی که پول تو جیبم نبود، بانک زنگ میزد، بدهکار بودم و و و چیزایی که میدونید. In the bank and trying to explain why I wasn't doing well living in America, 25-year-old American male, got a family, every reason to do well. Now, once I understood this, here's the formula for failure, errors in judgment, being lax about developing your own personal philosophy. خب دوستان تا اینجا تا تعریف شکست، دفعه دیگه از همین تعریف شکست شروع خواهم کرد چون در ادامه تعریف موفقیت رو خواهد گفت. امیدوارم که این جلسه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا جلسه بعد سه‌شنبه آینده همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.